الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لقد نصركم الله في مواطن كثيرة تحقيق كوماك نمود شمارا خدا في مواطن در ميدانها كثيرة بسار زياد در ميدانهاي بسار زياد شمارا كوماك نمود ويوم حنين وروز حنين هم واقع حنين غزوه حنين بعد از فتح مکه صورت گرفت فتح مکه در ماه رمضان سال ششم هجری صورت گرفت و حنین مکانی است که میان مکه و طائف که تقریبا در 20 کیلومتری شرق مکه واقع است وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در 8 هجری مکه فتح شد مکملا زیر سلطه اسلام آمد و دارالاسلام شد قبایل دیگری بودند مانند بنی ثقیف و قبیله حوزان یا بسیار مردمای جنگجو بودند و
رئيس زيا کلان زیا مالک ابن عوف بود. مالک ابن عوف مردمای خود را گفت محمد و یارانش با کسان جنگیده است که تجربه جنگی ندارند، شمشیر زنی را یاد نداشتند، تیراندازی را یاد نداشتند. ما می خواهیم با اینا بجنگیم و شما هم همه ایتان دست یک نموده ما از اینها می جنگیم. وقتی خبر به رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، رسول الله صلی الله علیه و سلم تهوری نمود، چون وقتی که مکه فتح شده بود تقریبا صحابه 10,000 بودن طبق یک روایت، و طبق یک روایت دیگه 12,000 بودن. 12,000 صحابه یا 10,000 صحابه وقتی که آمدن فاتحانه در مکه مکرمه داخل شدن، رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی که داشت، لطف و مرحمتی که داشت، همه را عفو نمود، همه را عفو نمود، از الف تا همه عفو نمود. گفت برین، همه شما طلقا هستین، طلقا یعنی همه شما آزاد هستین. و این مرحمت و این لطف و کرم رسول الله صلی الله علیه و سلم دیده، تقریبا 2,000 دیگه اهل مکه هم به اسلام گرویدن. 2,000 دیگه. یا که وقتی رفتن به طرف حنین بودن لشکر مسلمان ها، طبق یک روایت اگر صحابه که آمدن مکه مکرم فتح 2,000 که یا 12,000 میشد، اگر 12,000 باشن صحابه که 2,000 دیگه که نو مسلمان شدن میشه 14,000. یا رفتن به طرف حنین و دشمن هم طبق یک روایت 6,000 تقریبا بیش از یا 24,000 جنگجو بودن، و 24,000 جنگجو. و مالک ابن عوف این گفت وقتی که ما میریم بجنگ ای طوری بجنگ ما نمیریم، اشتکایتان هم بیاورین، زنهایتان هم بیاورین، مواشیهایتان هم بیاورین، با همه چیزهایتان بیاین در جنگ. یه به این خاطر این تکتیک استفاده نمودن وقتی که زنها باشه اشتکا باشه، مردم های جنگجو پشت نمی کنن، که پشت کنیم بگریزیم اولاده ما را بکیبانیم، زنهای ما را بکیبانیم، این مواشیه ما را بکیبانیم، همه ایشان آمدن. و یا چون تجارب جنگی داشتن، رسول الله صلی الله علیه و سلم با صحابه اولاق 300 نفر می بودن در غزوه بدر، بیش از 300 400 زیاد نمی بودن. و تکراتن صحابه بعد از صحابه گفتن اولا که در جنگ بدر که ما 313 نفر بودیم علیه 1,000 نفر پیروز شدیم، آل کی است که با ما بجنگه؟ صرف لشکر دیده، صرف لشکر ما را دیده مخالف چی میکنه؟ تسلیم میشه. کی از با ما بجنگه؟ یا آمدن به طرف حنین، چون این سخن را که بر زبان آوردن این را خداوند پسند ننمود، این را ذکر میکنه الله، این اعجبت کم کثرت کم، شما را به شگفت آورد، به تعجب آورد کثرت شما، زیادتی شما، چون یک مرد مؤمن در هر حالت باید توجه به طرف الله باشه. چی این جایی که از صحابه ای سخن بیاید، هرگز خداوند این را پسند نداشت. و بعد اهل مکه که بودن یا خو اسلام ظاهر ننمودن، گفتن محمد و اصحابش و یارانش بره بجنگ، ببینیم که حال که این مردم چطوری می جنگه. باطرو مردم هم مردم های جنگجو هستن، تجارب جنگی دارن، این اگه اسلام پیرو شد خو ما اسلام قبول میکنیم، اون اگه شکست خود اون خو میفهمیم. و بساری از مردمای اهل مکه که در اینجا دو نفر است، دو نفر از اهل مکه، یکیش به نام شعبه بن عثمان، شعبه بن عثمان ای چون که وقتی که در جنگ بدر عمه ازی پدر ازی به وسیله حضرت حمزه و کاکاش به دست حضرت علی کرم الله وجهه به قتل رسیدن، این انتقام و آتش انتقام و کینه در دل شعبه میزد که من انتقام خود از یا بگرم. این بظاهر اسلام را و اسلام مسلمان واقعی نشده بود، بظاهر اسلام را ظاهر نموده، یه لشکر هم آمد گمده یه لشکر میرم هر جای که فرصت پیدا کنم نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه و آله به شهادت میرسانم. دمی فرصت بود وقتی که مسلمان ها با کفار روبروی شدن، اول وهله مسلمان ها عقب نشینی نمودن، از هر طرف تیر می آمد بر سر مسلمان ها می بارید، به خاطر که این سخنی را که زد خداوند را پسند ننمود، سخنی را که زد باید یا می افتند که
کسرت اگر زیاد هستیم کم هستیم نصرت از جانب خداوند است. یا گفت حالا زیاد هستیم کیان ما را شکست بده. سر کفار ما را دیده، حوزان و سقیف ما را دیده میگریزند. این سخن را که خداوند ناپسند نمود. در اول وهله یا کمی شکست خوردن، اکثر صحابه عقب نشینی نمودن. و یک رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و طبق یک روایت 313 نفر که دو جمله حضرت ابوبکر رضی الله عنه بود، حضرت علی رضی الله عنه، حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت عباس رضی الله عنه، دیگر صحابه گرد نوای رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف دشمن پیشروی می نمود و این جمله را با زبان خود می گفت: انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، من نبی هستم که دروغگو نیستم، ما فرزند ابن عبد المطلب هستم. با خاطر که انسان عقب نشینی میکنه میترسه یکی که در خودش کمزوری باشه و دیگه در نسبش کمزوری باشه. نبی کریم صلی الله علیه و گفت ما نه نسب میتوری است و نه خود میتوری آدم کمزور هستم. به طرف دشمن پیشروی می نمود و می فرمایند در کتاب احادیث که از طرف دشمن تیرها مثل باران می آمد و رسان پیشروی می کرد، شطرش هم آکم می نمود، پیشروی می نمود، تا این که رسول الله صلی الله علیه و گفت: یا عباد الله، الی عباد الله، ای بندگان خدا به طرف من بیاین. صحابه همش پس عقب نشینی نمودن و صدای رسول الله صلی الله علیه و به گوش آنها نرسید، چون صدای حضرت عباس بلندتر بود نسبت به صداهای دیگر صحابه. حضرت عباس گفت: صدا بزن، ای بندگان خدا را به طرف من آواز ده. حضرت عباس گفت که به طرف رسول الله همیتون بیاین که رسول خدا شما را صدا میزنه. صحابه همه ایشان واپس به طرف رسول الله صلی الله علیه و آله آمدن که اینجا خداوند متعال ذکر میکنه که ما سکینه را بر مؤمنین و بر رسول الله صلی الله علیه و آله نازل نمودیم. من این را از میکردم شیبه بن عثمان فرصت پیدا میکرد که کجا حمله کنه بر سر رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک مرتبه پیش شد، دید که به طرف راست رسول الله صلی الله علیه و آله حضرت عباس است و به طرف چپ رسول الله صلی الله علیه و آله حضرت ابو سفیان ابن حرب است، ابن حارث است. گفت حال وقتش نیست. یک بار دیگر را دید، فرصت را غنیمت شمرده پیشروی کرد. رسول الله صلی الله علیه و آله با او چشم به چشم شد. که چشم به چشم شد، صدای زد رسول الله صلی الله علیه و آله گفت: اینجا بیا ای شیبه، اینجا بیا. وقتی که آمد رسول الله صلی الله علیه و سلم این تو دعا نمود، اول دست مبارک خود را بر سینه‌اش ماند و با دعا کرد: خدایا شیطان را از این دور کن، شیطان را دی دور کن. وقتی که می گب را گفت و دست مبارک را در سینه انداخت و می فرمه: آنگاه رقت و محبت عظیمی در دلم پیدا شد درباره اسلام، درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم. اول خود دشمن رسول الله، دشمن مسلمان ها، آن به خاطر رسول الله، به خاطر دینش آماده است که جان خود را فدا کنه. وقتی که محبت زیاد شد، ایمان آورد، رسول الله صلی الله علیه و آله گفت: برو با مشرکین بجنگ. وقتی که با مشرکین جنگید، وقتی خب جنگ ختم شد، بعد از جنگ آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم همه قصه را برش کرد و به کدام نیت آمده بودی، اما خداوند به تو اراده خیر داشت. همینطور یک شخص دیگر هم گفتیم که به می نیت آمده بود، اما خداوند چی کردش؟ اسلام را به او داد. همین که وقتی که مؤمنین واپس آمدن به طرف رسول الله صلی الله علیه وسلم یا حملاور شدن، مالک ابن عوف و لشکریانش شکست خوردن و یا رفتن خود را در قلعه طائف که بسیار قلعه مستحکمی بود آنجا پناه بردن. رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 روز یار محاصره کرد، اما قلعه بسیار مستحکم بود، تا تیر می زدن و یا نمی توانستن که قلعه را چی کنن، بگیرن، فتح کنن. صحابه گفتند: یا رسول الله، علیه اینها شما دعای بد کنید. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: نه خیر، دعای بد نمی کنیم. امید است که خداوند از فرزندان از اینها مؤمنین را بیاورد. و در جهاد از اینها تقریبا از قوم بنی ثقیف و حوزان 6000 جنگجو اسیر شدند و 40000 گوسفند و 24000 شتر در دست مؤمنین آمد به غنیمت. و علاوه از او 4000 اوقیه
یک اوقیه معادل 40 درهم است به غنیمت آمد. بسیار یک مال هنگفتی بود، بسیار زیادی بود. و آن حضرت صلی الله علیه و سلم حضرت ابو سفیان بن حرب رضی الله عنه را بر اموال غنیمت به نگهبانی گماشت، چون حضرت ابو سفیان خسر رسول الله صلی الله علیه و سلم هم است، فدر حضرت معاویه رضی الله عنه. یار که اسیدار که آورد رسول الله صلی الله علیه و سلم، یک شخصی به نام ابو برقان که این شخص کاکای رضای رسول الله صلی الله علیه و سلم هم میشد. ابو برقان یعنی یا رسول الله، خود بسیار آدم مهربان، آدم شفیق، آدم دلسوز، علاوه از او مخو کاکای رضایی تو هم هستن و این کسانی که اسیر هستن میشه اینها رو خودت رها کنی. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت این اسیرا رو مخو نمیتوارم از طریق خود آزاد کنم، چون دی سهم همه مجاهدین است، دی سهم همه کسان است، من میخوام از همه اینها اجازه گرفته با یار آزاد کنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبه داد در بین صحابه، گفت برادران شما آمدین ایمان را قبول کردین، این اسیرا را میخواهند، فرزندان خود را میخواهند، خانمای خود را میخواهند، شما اینا را آزاد میکنید، در دست اینا میدید. همهشان به یک سر گفتن یا رسول الله هر چی که خود فرمان بدی امور ما انجام میدهیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود خیر، چون اینجا میشه کسی از شرم آواز خود را بلند کرده باشه، همه ایتان بروین از هر قبیله سردارش، اگر شما به دل خوش تان گفتین امی تو به ما گفتین به سردارتان بگین، اگر کدام معاوضی دیگه ای دارین او را میتوانین به سردارتان به کلانتان بگین او بین به ما میگوین. امی تو صحابه که به یک صدا به رسول الله گفتن بله یا رسول الله، همه شما آزاد نمودیم، این اسیرا را میدهیم، به سرداران خود به عینی امان سخن را گفتن. این خلاصه 6000 جنگجو را رسول الله صلی الله علیه و سلم آزاد نمود، طبعا همه ایشان چه شدن؟ یا هم به اسلام گرویدن و مسلمان شدن. آل واپس میان به طرف مکه مکرمه، پیگ به طرف مکه مکرمه، اینقدر مال غنیمت را رسول الله صلی الله علیه و سلم بین صحابه تقسیم نمود، به هر صحابی تقریبا 6 شتر داده شد به هر صحابی، و به مهاجرین هم رسول الله صلی الله علیه و سلم شتر داد، و کسانی که نو ایمان آورده بودند به واسه جهاد داد رسول الله صلی الله علیه و سلم، و به انصار هیچ چیز نداد، هیچ چیز به انصار، کسی که اهل مدینه رو به یه چیز رسول الله صلی الله علیه و سلم نداد. ای اهل انصار گفت آل خو رسول الله صلی الله علیه و سلم مکه دار الخلافت شده است، چون شاید رسول الله صلی الله علیه و سلم واپس یک نوع اساسی آمد بین کسایی که نو جوانا بودند، کسایی که از عظمای صحابه بودند، سنشان پخته بود، دوانه دو جوانا جوانه صحابه، رسول الله صلی الله علیه و سلم آل مکه دار خلافت شد، اهل ایانش آمد، آل قیام مسلمان شد، واپس که ایمان نمیره ایار بر ما تجرید ترجیح داد. وقتی این سخن به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید، رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبه داد، گفت ای انصار، این مادیات دنیوی چی ارزشی داره؟ اینها با مادیات دنیوی برمیگردن، شما با رسول الله برمیگردین، کدامش را شما ترجیح میدهید؟ اما ایشان به یک یار شما خود را ترجیح میدهید. و بعد رسول الله هم خطبه داد، اگر همه مردم در یک وادی بروند و انصار در یک وادی دیگه بروند، رسول الله صلی الله علیه و سلم انصار را ترجیح میدهد، انصار به من مانند پیراهنی است، مانند به اصطلاح لازم زیر پیرنی واری است، این قیان محبوب هستند با من. این سخنرانی نموده، همه انصار چی شدن؟ خوشحال شدن. و بعد اینکه فاتحانه صحابه و رسول الله صلی الله علیه و سلم مکه مکرمه که داخل شدن، کسانی که مذبذب بودن و هم داخل اسلام شدن. این را الله سبحانه و تعالی ذکر میکنه، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، تحقيق نصركم الله نصرت دا شما را خدا، في مواطن كثيرة در ميدان های بسیار زادی، و يوم حنين و روز حنين، مواطن كثيرة مطلبش آن مواضيع آن غزواتی که پیش از فتح مکه است، و يوم حنين خصوصا که در روز حنين، اذ اعجبتكم كثرتكم، وقتی که شما را به تعجب انداخت، خوش نمود کثرت شما، فلم تغنی عنکم شیئا، پس هیچ فایده ای نداد به شما این کثرت شما، و ضاقت علیکم الارض، تنگ آمد بر شما زمین، بما رحبت با وجود فراخیش، یعنی میدان
حنين باوجي فراخيات بس هاي تانج آمد که نمیفهمیم کدام طرف بگریزیم کدام طرف برویم وقتی که عقب نشینه بودن ثم ولیتم مدبرین سپس برگشتید مدبرین پشت کننده ثم انزل الله باز خداوند نازل نمود سکینته سکینه خود را على رسوله بر مؤمنان و انزل و نازل نمود جنودا لشکری را لم تروها کان را شما ندیدید و عذب الذین کفروا و عذاب داد کفار را و ذلك جزاء الكافرین و این از جزای کافرین. خب از اینجا خداوند متعال وقتی که اینها برگشتن رب تبارک و تعالی با رسول الله سلام سکینه نازل نمود و مؤمنین سکینه نازل نمود و علاوه از او جنودی را فرستاد، یعنی فرشته های را فرستاد، ملائکه های را فرستاد که شما نمیدیدید. اینجا نمیدید اکثر صحابه، بعضی صحابه در روایت میگه که فرشته ها را دیدن، ملائکه ها را دیدن. و عذب الذین کفروا، از اینجا علما هم میفرمایند که سکینه وقتی که در حالت جهاد، در حالت جنگ، در حالت اکثر یک انسان مصیبتی بیاید، دو وقت سکینه از طرف الله اگر نازل شود خواب میآید. خواب یک نوع سکینه است، این یک نوع رحمت است از جانب خداوند، این یک نوع تشفی است از جانب خداوند. یک شخص در حالت جنگ است، سکینه سر سکینه وقتی که نازل میشه بی فکر میشه، این دقصید کسی نمیشه. در غزوه بدر که خواندیم با صحابه تو خوابی نازل شد، خوابی آمد که شمشیر از دستشان میفتید، شمشیر را میگرفتن واپس میافتید، این نوع سکینه نازل شد. اما وقتی که یک شخص ذکر میکنه، تلاوت قرآن کریم نو میکنه، نماز میخونه، این وقت اگر سر این تو شخص مثلا خواب میآید، در حالت نماز خواندن است، در حالت تلاوت است، با این سکینه گفته نمیشود، بلکه این یک نوع غلبه شیطانی گفته میشود. با اینکه که میخواه شیطان این را غافل بسازد از ذکر خداوند، این را غافل بسازد از یاد خداوند، این را غافل بسازد که این نزدیکی کنه به طرف چی؟ به طرف قرب الهی، به طرف محبت الهی. و ذلک جزاء الکافرین، همین از جزای کافرین. جزای کافرین چی بود؟ که اسیر شدن، بیساریشان قتل شد، کشته شدن، این خود یک نوع جزاست. ثم یتوب الله، باس الله متوجه می شود، توبه را قبول می کند، توفیق توبه می دهد، من بعد ذلک، بعد از این، علی من یشا، برکی که بخواد، مانند مالک ابن عوف، بعد مسلمان شد، دیگر کسا شیبه مسلمان شد. والله غفور رحیم، و خداوند غفور رحیم است. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان انما المشركون نجس، مشرکان محض محض مشرکان نجس هستند، یعنی نجس خالص هستند. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، پس قریب نشوند به مسجد حرام بعد عامهم هذا، بعد از امسال. بعد از امسال یعنی بعد از وقتی که حضرت علی کرم الله اعلان نمود که بعد از این هیچ مشرکی نمیتوانه که حج بیت الله کنه. از اینجا علما این را اول نجس که اینجا ذکر شده است به فتح نون و جیم، آن پلیدی گفته می شود که طبع آدمی از آن نفرت دارد، هر نوع پلیدی که طبعیت انسان از نفرت می داشته باشه نجس میگن، نجس. و امام راغب اصفهانی رحمه الله تعالی می فرماید که پلیدی که در چشم، گوش، دست احساس می شود او را هم نجس می گن. و این یک نوع پلیدی دیگری هم است که با علم و عقل مشخص می شود، با علم و عقل. مثلا پلیدی عقیده است، یک کسی که مشرک باشه عقاید باطل داشته باشه، یک کسی که عقل سلیم داشته باشه می بینه که عقاید باطل است، عقاید پلید است. و ما پلید نجس هم می گن، ترجمهش هم می کنیم. و دیگه نجاستی که معنوی باشد و موجب غسل شود او را هم نجس میگن. هر نجسی که نجاستی که معنوی باشه، مثلا یک نفری که در حالت جنابت باشه، یک زنی که در حالت حیض باشه، در حالت نفاس باشه و یا وضوئی بشکنه، این همه نجاست های معنوی از وقتی که غسل میکنه، غسل میکنه و پاک میشه. اگر انسان وضو میکنه پاک میشه. خب
وبعد ذلك فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا مسجد اینجا از مسجد الحرام چی مراد است فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا مسجد الحرام به مکانی گفته می شود که پیرامون بیت الله را احاطه شده است و اما در قرآن و حدیث بس اوقات این لفظ به کل حرم مکه هم استعمال می شود مسجد الحرام به کل حرم مکه هم استفاده می شود او رقبه ای است که مشتمل تقریبا بر چند کیلومتر می باشد که او کسی رفته باشه با تابلوها زدن که اینجا احاطه حرم شروع می شود از این بردر هیچ مشرک داخل حرم شده نمی تواند و مسجد الحرام چون ما این به این خاطر که بازو با اقوال فقها را ذکر میکنم که مسجد الحرام صرفی مسجد الحرام نیست خداوند متعال وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم را به معراج برد اونجا هم سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام ذکر نموده است اما مسجد الحرام این مسجد الحرام نیست بلکه مطلبش خانه امهانی است یعنی وقتی که ببینیم مسجد امهانی است امهانی در احاطه مسجد الحرام نبود در داخل مسجد الحرام نبود بعد نی آمد او جرا هم خداوند ذکر نموده است از این حد هم معلوم می شود که مسجد الحرام صرفی مسجد الحرام نیست بلکه احاطه است که حضرت ابراهیم خلیل علیه الصلاة والسلام وضع نموده بود و دیگر آیت هم است که الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام اون کسانی که شما معاهده نمودین پیش مسجد الحرام یا صلح حدیبیه پیش مسجد الحرام کنش نبود صلح حدیبیه دا بیرون از حرم است در چند کیلومتری اما داخل حدود حرم است این را فهمیدیم این را به این خاطر گفتم که اینال وقتی که فقه ها میگوین که شما داخل مسجد الحرام شدن قرآن میگو که مشکین نجیس است نزدیک مسجد الحرام نشوه نزدیک مسجد الحرام صرف مسجد الحرام نیست بلکه احاطه مسجد حرام است از این آیت بعد از علما مانند فقهای مدینه که در من جل آنها امام مالک رحمه الله تعالی هست آنها می فرمان که این حکم برای همه مشرکان و شامل همه مساجد است این صرف مسجد الحرام این حکم متعلق به مسجد الحرام نیست شامل همه مساجد است وقتی شامل همه مساجد است در هیچ مسجد مشرک داخل شده نمی تواند فقهای مدینه و خصوصا امام مالک رحمه الله تعالی استدلال از آنها چیست؟ استدلال از آنها حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله تعالی به عمرای تمام سرزمین ها دستور داد هرگز اجازه ندهند کفار وارد مساجد شوند سر نگو مسجد الحرام اجازه ندهین که کافر وارد مسجد شود داخل مسجد شود و نزد آنها نیز یک حدیثی هم دارن که از رسول الله صلی الله علیه و سلم است می فرماید لا احل المسجد لحائض ولا جنب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که ما ورود به مسجد را برای هیچ زن حائض و شخص جنوبی حلال نمی دانم از این هم فهمیدیم که یک زنی که در حالت حیض می باشد در حالت محواره خود می باشد داخل مسجد شده اجازه نداره و از کسی که جنوب می باشد مشرکین خود همیشه در حالت جنوب می باشد اینی دلیل امام مالک رحمه الله تعالی است که یا در حدود حرم داخل شده نمی توانند و علاوه از این در داخل هیچ مسجد شده نمی توانند و امام شافعی رحمه الله تعالی می فرماید که این حکم شامل مشرکان و کفار اهل کتاب نیز می شود اما این حکم مختص مسجد الحرام است صرف مختص مسجد الحرام است اینا یک کافر یک مشرک اگر در داخل در این مسجد ما داخل شود این حکم به اون نیست این حکم صرف مختص مسجد الحرام است به خاطر که اینجا چی آمده است مسجد الحرام آمده است و دلیل از اون چیست دلیل از آنهایی است که واقعه ثمامه ابن اوصال این تو بود که وقتی که یسیر شد رسول الله صلی الله علیه و سلم این شخص را در ستون مسجد بسته نمود در ستون مسجد و این واقع باز فتح مکه است باز این آیت است اگر ای تو می بود این آیت که در هیچ مسجد داخلشان می تواند ستون خود داخل مسجد می باشد رسول الله صلی الله علیه و سلم چطوری داخل ستون در ستون بسته نمود
ازی فهم میدیم که این حکم صرف مختص مسجد حرام است. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی می فرماید مقصود از منع ورود مشرکان به مسجد الحرام این است که در سال آینده به گونه مشرکان در حالتی که یا مشرک هستند اجازه داده نشوند که در حالت احرام به حج و عمره بیاید. علاوه از او اگر امیر ولی عهد اجازه بده مشرکی را می تواند در داخل احاطه مسجد الحرام شود و این حکم صرف به این مختص است. کسی نمیتونه در حالت احرام در حالت عمره بیاید که مشرک بیا عمره کنه، اهل کتاب بیا عمره کنه. و دلیل امام ابو حنیفه رحمه الله چیست؟ لا یحجن بعد العام مشرک، که بعد از این سال دیگه هیچ مشرکی حج کرده نمیتونه. این وقتی که حضرت علی کرم الله وجهه الرسول فرستاد و یک دو ورقی که بود این بود که بعد از هیچ مشرکی حج کرده نمیتونه، شما در حالت مشرک بودنتان حج عمره کرده نمیتوانید. و دیگه دلیل امام ابو حنیفه رحمه الله است که واقعه حیات ثقیف یا بعد از فتح مکه، در وقتی که مکه فتح شد و آن وقت رسول پیش رسول الله صلی الله علیه و آله آمدند، رسول الله صلی الله علیه و آله یار در داخل احاطه بیت الله مسجد الحرام یار اسکان نمود. اگر وقتی که اسکان نمود از این هم معلوم شد چی است؟ که این حکم عام نیست. و دیگر دلیل امام ابو حنیفه رحمه الله یک روایتی است از حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود هیچ مشرکی به مسجد نرود مگر این که غلام یا کنیز مسلمان باشد. اگر مشرک داخل مسجد می آید، اگر او کنیز مسلمان باشد یا غلام مسلمان باشد می تواند. از این فرمود که حکم عام نیست. فکرت است؟ به خاطر کنیز هم مشرک است، غلام هم مشرک است. و اما آل چون که در مکه مکرمه اصل فقه حنبلی است و مالکی هستند، به این خاطر کسی اجازه ورود مسجد الحرام را نداره و بسیاری این جنرا هستند که مستقیم ملک هستند، مسلمان نیستند اما کافر هستند. می توانی که یک مسجد خراب میشه، یک چیز ضرورت می داشته به ترمیم و غیره، تو می توانی او را بگی بیا داخل مسجد این کار را بکن، اما اگر از مسلمان کار بگیری کار بهتر است. خب و این خفتم عیلتن، اگر شما خوف نمودین عیلتن فقر و تندستی را بایکات را، فسوف یغنیکم الله من فضله، پس ان قریب بنیاس می سال شما را خداوند از فضل خود انشاء اگر بخواد. و ان الله علیم حکیم، یقینا خداوند علیم است و با حکمت است. به خاطر وقتی که این حکم شد که هیچ مشرک داخل مسجد الحرام شدن می توانه، چون مشرکین می رفتن شام، می رفتن دیگه جایا، می رفتن اینا اموال تجارت را داخل مکه می کردن، از او کاروبار تجارتی در مکه مکرم را روان بود. اگر وقتی که یان داخل مکه مکرم نشوه، خیلی چطور فقیر می شود و تنگیستی می شود؟ خداوند گفت فکر دیره نکنی، خداوند شما را بی نیاز می شود اگر بخواه. والله علیم و حکیم، علیم از داناز وقتی که ی حکم را داد، حکیم است، حکمتش خداوند بهتر میفهمد. مکه مکرمه همه عالم جایی است که چیزهای دیگه پیدا نمیشه، پلها میوه های بی موسم اونجا پیدا میشه، میوه های بی موسم. همیشه هر وقت که بروی هر چی که دلت بخواه در احاطه بیت الله بهت پیدا میشه. در دکانی که بری بگی که من شیر آو میخواهم، شی او پیدا میشه. یعنی هر چیزی که بخوای در احاطه بیت الله و تو پیدا میشه، به خاطر اینکه یاتیها رزقها رغدا من کل مکان، از هر طرف خداوند رزق رو آن را کشان کشان می آوره. هیچ کسی تو نرفته است که بگه مکه مکرمه رفتم یک چیزی را دلم خواهش میکرد که بخورم یا بگیرم یا بخرم نیافتم. هر چیزی را که بخوای خداوند متعال اونجا مهیا نموده است. یعنی ما یک موسم داریم، نه تربوز که است، تربوز یک موسم داره، یک چیز دیگه یک آم که از موسم داره، یک میوه دیگه یک موسم داره. اما مکه مکرمه میوه های بی موسم را آنجا تو پیدا کرده میتوانی، چیزهایی که موسم نیست آنجا پیدا کرده میتوانی. هو قاتل الذین، با اینا چرا قتال کنیم؟ قاتل الذین لا یؤمنون،
قتال كنين با كساني كي ايمان ندارن بالله بالله ولا باليوم الاخر ولا بروز اخرت ولا يحرمون حرام قرار نميدهن ما حرم الله ورسوله انشراك الله ورسوله حرام قرار دادست ولا يدينون دين الحق متدين نيستن بدين حق من الذين اوتوا الكتاب از كساني كي كتاب بانها دادشتش يعني يهود نصارى حتى يعطوا الجزية تا قتال کنید به اینها تا مادامی که جزیه به شما بدهن عن ید بادستان خود و هم صاغرون در حالی که ذلیل باشد خدا نمی با یا قتال کنید با اینها بجنگید که اینها جزیه بدهن با دستان خود شما نری بگیری و خودشان بیارن جزیه را که ولی احد صاحب شاروار صاحب این جزیه ماست و هم صاغرون در حالی که اینا چی هستن؟ ذلیل هستن در حالت ذلت اینا بیان به شما جزیه بدهن وقتی که اینا جزیه میدهن جزیه از اینها در مقابله نافرمانی اینهاست چرا اسلام را قبول نمیکنن؟ بخاطر اسلام نمیشه که اینها را به زور بگید تو مسلمان شو در دار خلافت در زیر حکومت اسلامی اهل کتاب زندگی کردن میتوانن با شرایطی که اینها به مسلمین جزیه بدهن وقتی که جزیه میدهند همون طوری که جان یک مسلمان با ولی امر با امیر المؤمنین حفاظت از او واجب ضروری است همین تو باید حفاظت از یهودی و نصرانی هم کنه چون بخاطر به تو جزیه میده پول پرداخت میکنه این نیست که این چون یهودی نصرانی است هر جای گیرش که توهین تحقیرش کنه عبادت خود را کرده میتوانه آیی تو عبادت خدا کرده نمیتوانه که چی شوه؟ یک نوع پروموت شوه عبادتشان نه در عبادت خانه خود خانه های خود رفته میتوانن عبادت های خود را کرده میتوانن مراسمی که دادن مراسم خود را انجام داده میتوانن به طریقه نه که یا یک نوع غلبه از اینها باشه خفیه میتوانن عبادت های دارن کنین چون یا در بدل همه چیز جزیه میدهن خون از یا آل مباه نیست خون از یا حرام است یا قتل کردن نمیتوانید و جزیه از کی بگیرین؟ از عمرایشان بگیرین از کسانی که پول دارن پیسه دارن از طفل جزیه نگیرین از زن جزیه نگیرین از راهبان جزیه نگیرین کسانی که همیشه داخل مساجد خدا داخل عبادت خانه های خود میباشن از آنها جزیه گرفته نمیشه صرف از کسایی که تجارشان هستن کسایی که پول دارن از آنها شما چی کنین؟ جزیه بگیرین و جزیه چقدر بگیرین؟ این طبق ثواب دید امیرالمومنین است طبق ثواب دید والی است طبق ثواب دید کسی که دمو شهر است گرفت این گفت حتی یعطو الجزیت با اینا بجنگید تا مادامی که جزیه بدهند عن ید با دستان خود و هم صاغرون در حالی که ذلیل باشند و قالت الیهود گفت یهود عزیر ابن الله عزیر از فرزند خدا همه یهودا نمیگن عزیر فرزند خداست بلکه یک گروهی از یهود است اینها میگن عزیر فرزند خداست همه یهود نمیگن و قالت النصارى و نصارا میگن المسیح ابن الله عیسی کس مسیح کس فرزند خداست ذالک قولهم بافواههم این گفتارشان به دهنهایشان است یعنی گپای زبانی است گپای زبانی چرا با تی یک نفر گپ زبانی میگوید و دلیل چی دلیل نداره خداوند متعال میگه یا دلیل ندارن به گفته های خود یک دلیل محکمی ندارن این صرف گپای زبانی شان از زبان بس هر چی که آمد در زبانشان میگوین و دیگه یضاهئون قول الذین کفروا مشابه میکنن با قول کفار پیش از اینها با خاطر کفار میگفتن که ملائکه ها که هستن اینها بنات الله دختران خدا هستن قول از اینها با قول اینها چی است مشابه است قاتلهم الله خلاق کند خداوند اینها را انا یؤفکون اینها به چی سمت برده می شوند اتخذوا احبارهم گرفتن اینها علمای خیش را و رهبانهم درویشان خیش را اربابا من دون الله رب جز از الله و المسیح ابن مریم و مسیح ابن مریم را رب گرفتن جز از خدا احبار حبر علمای یهود و نصارا را میگن رهبان ای جمع راهب است ای هم درویشان و عابدان یهود نصارا را میگن
علما اینا گرفتن علمای خویش را و درویشان خویش را، به اصطلاح دیگه اینا گرفتن علمای خود را و روحبان پیران خود را، مشایخ خویش را رب من دون الله بجز از خداوند. اینا وقتی که علما از اینها، راهبان از اینا، چرا که حلال میگفتن یا حلال میدانستن، راهبان از اینا، علما اینا چرا که حرام حلال میدانستن، حلال چرا که حرام میگفتن حرام، به خاطر که چرا که حلال میکنه و خدا حلال میکنه، چرا که حرام میکنه الله حرام میکنه، بجز الله رسول الله صلی الله علیه و آله حق نداره یک چیزی را حلال حرام بکنه. خداوند متعال میگه یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله، لما تحرم، چرا حرام میکنید چیزی را که الله حرام قرار داده است؟ یعنی حلال و حرمت به ید الله است. اگر رسول ما چرا که میگه حلال از یا حرام میکنه، به ذریعه وحی است و علما نمیتونن یک چیزی حلال حرام بکنن، صرف اینا میتوانن که بیان کنن، واضح بسازن اینی حکم به خاطر اینی حرام است، اینی حکم به خاطر اینی حلال است. و علاوه از این ارباب من دون الله، در این صرف به اون زمان نیست، فت به زمان ما میشه که گرفتن اینها علمای خیش را، پیران خیش را، مشایخ خیش را، درویشان خیش را اربابن پروردگار رب بجز الله. حالا ببین باز از گروه هست، فرقه ای هست که سجده پیشانی باید به درگاه الله خم شود، بجز الله به مشایخ خود هم سجده میکنند، پیشانی خود را میمانند، سجده می بیخی رکوع میکنن، سجده میکنن. به خاطر چی؟ اونا رب میگن رب، اینو خود بزرگ ماست، پیر ماست، ما به این احترام سجده میکنیم. وقتی که ما سجده میکنیم ما به خداوندگان نزدیک میشویم، وقتی که ما سجده میکنیم پیشانی خود را در پای میمانیم، به ما دعا میکنه، خداوند ما را چی میکنه؟ در جنت داخل میکنه، کلید جنت را به ما میده. گرفتین گپا؟ اتخذو این صرف مختص به اونا نیست، به زمان ما هم میشه که یک گروهی از گروه گمراه به نامای مختلف مردم را گمراه هم میسادن و بجا این که آنها مریدای خود را، شاگردای خود را، طلبای خود را دعوت بدهن به توحید، به یک تا پرستی، به للهیت، او را دعوت میده که پای ما را بوسه کن، که پای ما در وقت تهجد بسیار استاده شده است، دست ما را بوسه کن که دست ما بسیار مبارک است. با دست دارم که بوسه میکنن یا پایشان بوسه میکنن خب مفت نیست، باید یک چند روپه پول بدهی که تا دهن تو به دست مبارک دی برسه. اتخذوا احبارهم اربابا من دون الله، صحابی آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون فارس و اینجا رفته بود، گفت یا رسول الله آیا ما به تو سجده نکنیم؟ مانند که اهل فارس به عمرای خود، به حکامای خود سجده میکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود نخیر، این پیشانی بجز الله به هیچ احد اجازه نیست که باید خم شود. اگر سجده نمودن اجازه می بود، بجز الله به کسی دیگری، من خانمها را میگفتم که به شوهرایتان سجده کنید. این یعنی ای به این خاطر یعنی که احسانات دیگه شوهر بالای چی دارن؟ بالای خانمهای خود دارن. و یک گپ دیگری هم ما بفهمیم، تا زمانی که در دل انسان توحید الله، شناخت خدا راسخ نباشه، انسان مزبزب می باشه، با خاطری که مدار اعمال انسان بر عقیدهش است. اگر یک عقیده انسان خراب باشه، هر چقدر که عمل نیک انجام بدهی در آخرت هباء منثورا می باشد، هیچ فایده نداره. عقیده بسیار مهم است، عقیده. این عقیده مطلبی نیست که عقیدت اینقدر خوب باشه که علما را هم بد بگو، صلحا را هم بد بگو، توازن باشه. احترام به علما، احترام به صلحا، با وجود که احترام به علما داری، با وجود که احترام به صلحا داری، عقیدت هم راسخه. این مطلب نیست که من وقتی که احترام به علما دارم، احترام به صلحا دارم، بعد از حد احترامم اینقدر افراد برم که هرگاه که ما با مصاحبه میکنم باید سرم خم کنم، باید پایش بوسه کنم، باید دستش بوسه کنم. این خود یک نوع افراد است در چی؟ در محبت. این یک نوع افراد است که انسان از حد تعادل میبره. در چی میره؟
ده الافراد. قلت اتخذوا گرفتن اینها علمای خویش را درویشان خویش را ارباب من دون الله رب جز از خدا والمسیح ابن مریم والمسیح ابن مریم و مسیح ابن مریم را مسیح ابن مریم را امیالم خدا میگویند. عیسوی ها اینو خدا میدانند یا میگن که حضرت فرزند خدا و خدا هم میدانند. روح ترینیتی که هست هولی اسپریت میگن با خاطر که ترینیتی یکی هست که یه هم خداست هم هولی اسپریت هست و دیگه چی سالس هست هم فرزند خداست. و یا میگن که حضرت عیسی علیه السلام با خاطر گناهان ما این خود را چی نمود؟ خود را به شهادت رسان خود را قتل نمود. یعنی ما هر بیغیرتی و هر کار انجام بدیم حضرت عیسی علیه السلام به ما چی نموده است؟ به خاطر ما خود را کشته بدار کشان. و المسیح ابن مریم و ما امیرو اینا حکم نشدین الا لیعبد الله مگر این که عبادت کنن اله واحد خدا یکتارا لا اله الا هو نیست هیچ معبودی بجز خدا سبحانه عما یشکون پاک از ذاتی که عما یشکون از آن چیزایی که اینا شریک قرار میدهند. در قرآن که ما ببینیم با چند چیز زور زیاد داده شده است، یکی به توحید، دوم به رسالت یعنی رسالت نبی کریم صلی الله علیه وسلم، سوم بعث بعد الموت، یکی توحید. با خاطر که توحید در مشرکین مکه نبود، اینا بغیر از خدا چیزهای دیگری هم عبادت می نبودن. و دوم رسالت که این نبی که فرستاده شده است، این اگرچه مثل شما واره می پوشه و می خوره را می ره، اینا می افتن چطور نبیست که در بازار چکر می زنه اشکال می کردن. این را هم خداوند با مثالهای گوناگون گفت این نبی من است، این فرستاده من است، بای وحی می شه. سوم مشرکین مکه می گفتن که این زندگی که است اگر ما را نیست می کنه و ما می میریم این گردش زمانه است، این نیست که بعد از این کدام زندگی دیگری باشه حساب کتابی باشه. به می خاطر خداوند متعال بحث بعد الموت یعنی life after death این را بسیار امفسس نمود بیان نمود. با در قرآن که ببینی اول توحید است، توحید با هر جه توحید را الله بیان میکنه. سوره فاتحه با توحید شروع شد، قل والله احد خلاص هم میکنه با توحید است. بعدو در مقامات مختلف رسالت قصه ها را ذکر میکنه در باره رسالت و قصه های را بیان میکنه در باره توحید و بعد از آن بعث بعد الموت که به این بار هم خداوند متعال قصه را ذکر میکنه. خب یریدون ان یطفئوا کفار مشرکین چی هستن؟ چی میکنن؟ یریدون ان یطفئوا نور الله میخوان یطفئوا که گل کنن نور خدا را بی افواهیم با زبانهای خیش و یعب الله الا ان یتم نوره نمیپذیرد خدا مگر این گراب ان یتم نوره پورا کند نور خوش را ولو کری الکافرون اگرچه ناگوار بدانند کفار. یا میخوان که نور خداوند را خاموش کنند. شاعر میگو چراغی را که ایزد برافروزد هر آن کس که پف کند ریشاش بسوزد. یا با دیگه چرا هم نه با زبانهای خود میخوان پف کنند. وقتی که با شمشیر نتوانستین چراغ اسلام را شما خاموش بسازین با زبان هرگز نمیتوانید. در اسلام حالتهای آمده است وقتی چنگیز و غیره حمله نمودند کتابها را در دادند در دریاها انداختند کتابها را سوختاندند علما را به شهادت رساندند گفتم بعد از این نام نشان از اسلام نمیماند، نام نشان از اسلام نمیماند. وقتی که هندستان آمدند از هندستان انگریز وقتی که آمد اینقدر علما را به شهادت رساند به خاطری که هر جایی که از عوام الناس علاوه از قیادت علما قیادت احد دیگه را قبول ندارن. اگر عوام الناس جمع میشوند زیر یک چتر وقتی قیادت از علما باشه و انگریز هم میره میخواست که باید به یک نحو علما نابود شوند و اینقدر علما را به شهادت رساندن اینقدر علما را به شهادت رساندن علاوه از اینکه شهید میکردن گردن علما را سر درخت ها آویزان میکردن که هم مردم ببینن.
از هندستان شروع تا آخر وقت پاکستان هم در حکومت هندستان بود، همش پاکستان و بنگلادش همش هندستان بود، همه جا علما بود، گردن علما. اما یا ناکام شدن وقتی که دو وقت شاه اسماعیل شهید رحمه الله و تعالی، حافظ زامین صاحب رحمه الله و تعالی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمه الله و تعالی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله و تعالی زیر قیادت حاجی امداد الله صاحب، حاجی امداد الله مکی رحمه الله زیر قیادت ازی، یا جهاد را علی انگریزا شروع نمیدن، علی انگلیس، علی این مردم جهاد را. وقت قائد یا که بود قائدشان حاجی امداد الله مکی رحمه الله بود، باطن مهاجر مکی میگن که وقتی که به ای گفتن که هر کسی که را پیدا کنه، مثل که آلم میگو هر کسی که را پیدا کنه 1,000,000 میدهیم، 2,000,000 امیتو سرزی هم پیسه مانده بودن. ای هجرت نمود مکه، مکه مکرمه، و از زیر قیادت ازی که از علمای که مشهور بودن، مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله بود، مولانا رشید احمد گنگوی رحمه الله، حافظ زامین شهید رحمه الله، ایا بودن. و انگریزا میفتن که به هر نحوی میشه باید علما سرنگون شون. همی بود وقتی که بعد از اینکه قیادت آمد بر مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله و تعالی، وارانت گرفتاری از این دایر شد کی را پیدا کنین، هر کسی که سر از این را بیارین جایزه داره. مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله و تعالی سه روز رفت یک جا روپوش شد، 3 روز خود را پنهان نمود. بعد از 3 روز برآمد، مردم گفت که نبره از خانه، چون به خاطر که بدون قیادت تو نمیتوانیم ما کاری را انجام بدهیم، تو چرا برآمدی از خانه؟ گفت به خاطر ما میخوایم اتباع سنت کنم رسول الله صلی الله علیه وسلم. با غار یار خود صرف 3 روز رو پوش بود، بعد از 3 روز برآمد. اگر ما هم از 3 روز زیاد باشیم خلاف سنت میشن. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله در مسجد نشسته، یک انگریز پرسان میکنه که کجاست مولانا قاسم نانوتوی را نمیشناسی؟ و علما بسیار ساده بودن. یک کمکی از جای خود شور خورد، گفت یک چند دقیقه پیش هم اینجا بود، که هم دروغ نگویه هم حیله شوه، یک چند دقیقه پیش هم اینجا بود، اینا خود نمیشنا. این بود که وقتی که فهمیدن کار به اعتبار اسلحه ما نمیتوانیم با انگریز جهاد کنیم، و بسیاری از علما را انگریز به شهادت رسانیدن و مردم هر طرف تیت پراگنده شدند، و انگریز یک منشور دیگه را دایر نمود که این کسانی که فرزندانشان که شهید شده این آل مادرهای این فرزندا می رفتن خیر می طلبیدن. انگریز آمد در خانش، گفت شما خیر نطلبین، طفلانتان را به ما بدهین، ما هم به اینا نان می دهیم، ما هم به اینا کالا می دهیم، ما هم به اینا تعلیم می دهیم. یعنی به این پدران این طفلان که به خاطر آزادی ملک خود جان خود را نظران را پیش نمودن، سر خود را نظران را پیش نمودن، عالم میخوان که طفل از اینها را برینواش کنن. این بود که حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله، حضرت گنگوی رحمه الله، دیگر علما مشهور نمودن که باید بنیاد دالومی انداخته شود، که این بود که بنیاد دالومی دیوبند شد. یا رفتن پیش این مردم عذر نمودن، کمی نانی را که انگریز میدن نانی را ما به شما میدهیم به طفلایتان، آی طفلاتن پدرایشون خود جانای خود نظرانه پیش نمودن، شهید شدن، شما میده طفلاتون رو به یا میدین؟ امی طفلای کاملا واپس دارالعلوم، در این دارالعلوم به یا علم هم داده میشد، هم کالا داده میشد، هم نام داده میشد، هم هر حد یکی رو مجاهد یا تربیه میشدن. این بود که با شیخ الهند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمه الله پیدا شد، که آزادی هند به ذریعه شد، که در جیل مالتا تقریبا 3 سال در جیل مالتا بود، که ما تفسیر کابولی که میخوانیم او را در جیل مالتا نوشته نموده است. در جیل مالتا میخوام میگم که پس بعد از این وقتی که دالم دیوبند بنیادش شد، گفتن باید ما ذهن سازی کنیم، ذهن سازی، افکار سازی. اول اگه 1, 2, 3, 4, 5, 6 عالم بود که ذهنیت جهادی داشت، اول از هر خانه مجاهد پیدا می شد. اما بود که خداوند در دست دیگه چی نمود؟ آزادی را داد. اینا خواستند که نوره که الله که آن را پوره نموده از می خواستند که گل کنند،
خداوند چی نمود؟ نور را پوره نمود. اگرچه کفار، اگرچه کفار ناپسند داشته باشند. حضرت درباره مولانا رشید احمد گنگوی رحمه الله و تعالی اینطور می آید که فرمود من به ذات خدا قسم یاد می کنم اینها آمدند که از فرزندان ما ایمان را بگیرند، ایمان اینها را بگیرند. خداوند ما رجال می سازیم، رجال می سازیم که رنگ رخش انگریز می باشه اما دل قلبش محمدی می باشه. همین تو شد در هر دمی انگریزستان بی بی در امریکا بی بی که همش شاخه های دالب دیوبند است، مکاتب دالب دیوبند است، انگریز است، مسلمان است، پوست سفید، اما در دلش وقتی که در باری رسول الله صلی الله علیه و سلم محبتش اقدر است، اقدر است که جان خود فدای رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه. خب خداوند متعال میفرماید که اینا میخواستن که اراده داشتن ان یطفئوا، که خاموش کنن نور الله، نور الله را یعنی اسلام را با زبانهای خود. و یعب الله ان کان نمود الله الا ان یتم نوره، مگر اینکه پوره کنن نور خیش را. ولو کره الکافرون، اگرچه ناگوار بداند کفار. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، خدا آن ذاتی است که فرستاد رسول خیش را بالهدى به هدایت. و دین الحق، و دین درست کیان اسلام است. لیظهره علی الدین کل، تا غلبت دهد بر همه ادیان. ولو کره المشرکون، اگرچه مشرکان ناپسند بدارن، زمانه می آید که اسلام بر همه ادیان غلبه می آید، غلبه پیدا می کنه. انشاءالله ایره ما بزرگترین نقمه می بینیم که اسلام بر همه ادیان غلبه می کنه. او زمانه می باشد که حضرت مسیح علیه الصلاة و السلام می آید. و آخر دار.